توجه به اتفاقات روزی که در سینما افتاده از آقای وزیر در مورد این مسائل توضیحاتی خواستیم که ایشون در گفتگو با خبرنگار نکاتی رو اشاره کردن. با همین گفتگو رو ببینید بعد در خدمت. آقای وزیر، با توجه به نامه اخیر مجلس پیرامون چند فیلم که صحبت ازش شده، میشه آخرین خبر رو بفرمایید در مورد این فیلم ها؟ حالا اون نامه‌ای که نوشته شده، رئیس سازمان سینمایی ما رفته توی کمیسیون فرهنگی، توضیحات کامل داده راجع به این فیلم هایی که مورد نظر آقایون بوده. فکر بکنم که راجع به همش قانع شدن، فقط در مورد اون فیلم عصبانی نیستم هست که خب هنوز خود ما هم هیچ تصمیمی نگرفتیم. یه اصلاحاتی باید درش به عمل بیاد. اگر اون اصلاحات انجام بگیره و به صورت یک فیلم اجتماعی در بیاد نه یک فیلم سیاسی، اون وقت قابل اکران شدن هست. ولی تا اون زمان دیگه باید بخیر آخرین ورژن رو بیارم ما نگاه بکنیم ببینیم که وزیری که از نمایندگان مصاحبه کردن گفتن که این فیلم عصبانی نیستم اگر تمام اصلاحات هم انجام بشه اکران نمیشه. خب حالا این که ما بالاخره طبق وظیفه قانونی خودمون عمل میکنیم، طبق تشخیصی که قانون به عهده ما گذاشته عمل میکنیم دیگه. قرار نیست که بالاخره دیگران برای ما تعیین تکلیف بکنن، بگن این فیلم رو بگذارید اون فیلم نگذارید. بالاخره مجلس محترم هم میتونن بالاخره توضیح بخوام، ما بریم براشون توضیح بدیم، فیلم رو بگذاریم از نزدیک ببینن. اما اون چی که نهایتا تصمیم گیرنده است، اون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است طبق ضوابط و شاخص هایی که حالا ما در اصول هم با دوستانمون در مجلس هیچ اختلاف نظری نداریم، ممکنه در مصادیق باشه. خب مصداقش رو وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیه که تعیین بکنه. این قصه ها چطور آقای وزیر؟ قصه ها من خودم دیدم، اون شورای نظارت هم دیده، مشکل خاصی نداره. و سال آخرم، با توجه به صحبت اخیر سخنگوی شما هم که گفتن که هر مجوزی که توی دولت 11 توی ساختش بشه ما پرونده نمایش میدیم، آیا برای جشنواره فیلم فجر بعد از اون اگر ارگان‌های غیر مرتبط بخوان دوباره این مسئله مطرح بکنن، واکنش شما چه خواهد بود؟ خب حالا به هر حال اگر که فیلم قابل دفاع باشه، یعنی اون مجوزی که داده شده برای ساخت دقیقاً طبق اون مجوز عمل شده باشه، طبیعتاً ما ادامه میدیم. مگر اینکه یه فردی بیاد یه فیلمنامه بیاره بعد یه چیز دیگه بسازه، اون دیگه طبیعتاً نمیشه ازش دفاع کرد. ولی اون فیلمنامه هایی که ما مجوز میدیم پاش میستیم. حالا همین فیلمایی که الان روش اینقدر بحث داره میشه، اینا خب ما در جریان مجوز ساختش اصلا نبودیم. در دورهای گذشته اینا مجوز داده شده، بعد هم حالا خود دولت گذشته هم بعضی از اینا رو توقیف کرده بوده. ما نگاه میکنیم با توجه به زحمتی که بالاخره برای تهیه یک فیلم کشیده میشه، هزینه هایی که داره صرف میشه، تلاشمونه که این هزینه ها و این زحمات هدر نره تا اونجایی که میشه بالاخره فیلم اکران بشه، ولو اینکه با یه اصلاحاتی که روش انجام میشه. که الان شما میدونید ما بحث حقوق بشرمون متمرکز هستن رو اعدام و این فیلم صحنه اعدام داره، یعنی جوانی که میرسه به بنبست و اعدام میشه. ببینید کار اتفاقای غیر قانونی زیاد میفته و دوستان عرضم به حضور شما که من یه جا میتونم اعتراض کنم. ببینید ما الان بحثای قانونی و غیر قانونی رو نداریم، چون مراجع قانونی باید پاسخگو باشن. دوستانم اگر میخوان صحبت بکنن، حالا من اگه یک فیلم بفرمایید مستندات رو ارائه خب من یه خورده بحثو کلی بکنم. بله من فکر میکنم تو اون حوزه بحث کنیم، واقعا وارد این قصه وارد بشیم. آقای یزدی الان من بالاخره سوال واجد نشدم، میخوام از آقای یزدی سوالی دارم، نه سوال به معنی چیز. واقعا آقای یزدی خودت هم سینمای اجتماعی رو قبول داری؟ حتما ما نیاز به سینمای اجتماعی داریم. بله. طبیعتا در مورد سینمای اجتماعی باید یک مقدار هم سعه صدر داشته باشیم، چون گفتم قصه مثل قصه واکسن است. یعنی به هر حال واکسن میکروب ضعیف شده داره، میدونم، ولی آمپول هوا بزنید به طرفو بکشه چی؟ آخه اینجوری هم نیستش. ببین یه اتفاقی، شما سنتوری ریادتونه اجازه ندادن، بعدم خود دوستان نه تهیه کننده و کارگردانش، خود همونه که مخالف بودن فیلمو دادن بازار. برابر حسابی که من دارم خبری که من داده بودن 12 میلیون دیویدی منتشر شد.
12 میلیون آره این رقم منتشر 12 میلیون خیلیه میدونم من این ارقامو میدونم عددش به نظرم خیلی برای که قاچاق بود زدن برای که دونه ای 200 تومن بود دیویدی کپی میشد دیگه هر خونه یه دونه درفته بعد تعداد کمی کمیش من نمیگم 70 میلیون آدم ولی واقعا 30 میلیون دیدن دیگه چون اصلا بحث شده بود فلان چه اتفاقی واقعا افتاد استدلالی که میفهم پس ببینید اگه سینما تاثیر داره یا نداره من میخوام بگم تاثیر اگر تاثیر داره نه اگه تاثیر داره که بالاخره اگر فیلم بد و تحریف آمیز باشه خب تاثیر خودشو داره من اصلا قبول ندارم فیلم تاثیر نداره نوعی بعد از اینکه رفت تو خونه های مردم من میخوام کل حالا چون این فیلمیه که دیگه الان بحث نیست وارد این قصه هم میشیم واقعا آیه عزیزی چه اتفاقی انداخت چه مشکلی رو ایجاد کرد شما که آدم روزنامه‌نگار بودید در اون زمان فعال بودید شما اطلاعات رو همینجوری که من الانم دارم اینا اطلاعات خیلی خاصی دارید که من ندارم نه واقعا ندارم اینا رو بنابراین شما اون موقع قطعاً به طریق اولا بیشتر داشتید واقعا بعد از اینکه این 12 میلیون و من میگم سیم این خاصی که من شما عرض کردم در جشنواره برلین من عرض کردم این فیلم به صورت غیر قانونی بدون اعمال ممیزی انجام شد برلین این هم آدم دارم میرم میبینم من اصلا نمیگم میگم اطلاعات دارید دیگه خب این که پیز بدی نیست بنابراین شما از داخل کشور که بیشتر اطلاعات دارید من منظورم باور کن شیطنت نبود ها منظورم این بود که شمایی که اونوری میدونی اینجوری که بهتر میدونی دیگه واقعا فیلم آقای داریوش مرجویی منتشر شد تعدادی حدود 30 میلیونی قطعا دیدم من میخوام ببینم چه اتفاقی افتاد آیا واقعا بی‌احترامی شد آیا انقلابی پیش اومد ببینید یک نکته رو من گهگا تعجب میکنم نه از شما از بعضی از دوستان های گولو ما در مملکتی زندگی میکنیم که به گمان من پایه‌اش فوق‌العاده محکمه بله این که درست اصلا شک نداریم بعد بله. بعضی موقع نمیم بسه چی میترسیم آقا این مملکت رو منهای این که الان اعتقادات دیگه ای داریم که خدا و و و هم کمک میکنن خود مردم پاش وایستادن از چی باید بترسیم چرا باید از مردم چیزی رو پنهان کنیم آقا مردم حق دارن این فیلمو ببینن خودشون برگردن با فیلمسازش بگن آقا مرد حسابی خانم حسابی این چه فیلمیه تو ساختی و بعد میگم نمونه شما فیلم سنتوری میبری خونه یارو و تهش میبینی هیچ اتفاق هیچ عکس العمل هیچ چیزی رخ نداده آقای عزیزم که مخالف نیستن من نمیگم چیزی رو پنهان بکنم اگه من خدای نکرده نه خیر شما فرمودید که میگم ولی نگرانی هامون رو یک مقدار کم کنیم من اتفاقا فقط تو این بخش با جناب یزدی صحبت دارم که آقای یزدی اجازه بدین مردم هم اون چیزی رو که شما دیدین ببینند و بذارید اونا بگن به فیلمساز که تو اشتباه میکنی زمینی که بعد شما اون مسئله یه چیز دیگه است آقای موسوی ببینید حالا این که شما میفرمایید اولا این حسابتی که شما میفرمایید کلا اگر این قرار باشه پس ممیزی اینجا کجا میشه اصلا در این صورت هیچ جا اینطوری ممیزی شده که باز اعتراض کردن نه شما به من بگید که بالاخره یه جایی هست اینجا نمایش میگیری یعنی چی مردم نه اجازه بفرمایید بالاخره یه جایی به من بگید که آقا مثلا در یک کشوری در یک جایی مردم فیلمو ساخته میشه اکران میشه بعد مردم تصمیم میگیرن که این فیلم خوبه یا بده در این صورت دیگه اصلا تشکیلات ممیز اینا وجود نداره بعد یه نکته دیگه وجود داره نکته عرض می‌کنم نکته‌ای که آقای پروانه نمایش وزیر امضا نکرده جناب آقای وزیر هیچ وقت پروانه نمایش امضا نمی‌کنه من یه نکته عرض می‌کنم من فکر کنم اینجا شو آقای موسوی تا به حال هیچ وقت پروانه رسم نبوده اگه آقای جنتی جدیدن قرار این کارو بکنه نه شما جای وزیر ارشاد دارید صحبت می‌کنید نه قربون من آقای هستم که 30 سال دارم کار سینما میکنم آقای ایشون گفتن اصلاحات اعمال نشده آقای وزیر اصلاحاتی نداده بوده که اعمال بشه نشه حالا دیگه آقای... نه اینو من دارم صراحتا میگم که آقای جنتی اگر میشنوه یا فردا نوار براش میذارن جواب بده آخه همینجوری که نباید صحبت کنه آقای وزیر انسان بسیار باسواد و شریفیه اما نباید من بعضی موقع بعضی تیتره ایشونی میخونم تعجب میکنم آقا برادر من تو قرار نیست تو هر کار ریزیه یا این نظر بدی آقا گنده تری بالاتر وایسته خورده بزرگوار.